امروز میخوام برای شما از یهوه صحبت کنم، از خدایی که در یهودیت سیطره قدرت و خشم او بیش از مهربانی او خودش رو نشان میده. در سراسر عهد عتیق، یعنی کتاب مقدس یهودیان، ادونای خدای قاهر مقتدر خود رو آنچنان معرفی میکند که هستم آن که هستم، I'm that I'm. اما در همین ساختار یهودیت که به عنوان یکی از ادیان توحیدی ما او رو قبول داریم، حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام سرمنشه اون رو به وجود آوردند، شاهد نوعی مکاتب نوپدید و شبه دینی هم هستیم. شما شاید نام شاهدان یهوه رو شنیده باشید. شاهدان یهوه از یهوه، از خدای یهودیان استفاده کرده اند، اما در حقیقت هیچ کدام از یهودیان فرقه شاهدان یهوه رو قبول ندارند. هیچ کدام از یهودیان متدین، حتی هموطنان کلیمی ما، شاهدان یهوه رو قبول ندارند. یعنی استفاده ابزاری از یک عنوان یا یک باور یا یک اعتقاد دینی. قباله در مبنا و منشأ خودش عرفان یهودیه، اما چیزی که ما امروز میبینیم عرفان یهودی به معنای کامل خودش نیست، داره وارد نوعی صهیونیسم باوری میشه، نوعی صهیونیگری رو رواج میده و نوعی یهودیگری افراطی رو به وجود میاره. شاهدان یهوه که یک فرقه منحط است از نظر کلیمیان و از نظر خود هموطنان ما، و قبالهی که امروز داره مطرح میشه با ساختارهای سیاسی، با ساختارهای استعماری، با ساختارهای متفاوت استثماری، اون قباله و عرفان اصیلی که خود یهودیان و کلیمیان بهش معتقد بودند نیست. باید میان اینها تفاوتی قائل شد. درست است که بیشترین مکاتب نوپدید دینی در مسیحیت به وجود آمدند، اما یهودیت مدرن و صهیونیسم مدرن هم در به وجود آوردن عرفانهای جدید خیلی هم عقب نشینی نکرده یا کمکاری نکرده، اونها هم بسیار جدی در کار بودند. یعنی ما همین کابالیست های مدرن رو به راحتی می توانیم در فضای صهیونیستی تعریف و تبیین کنیم. مثلث فراماسونری، صهیونیسم و شیطان پرستی مثلثی است که در او آموزه های کاملا منفی و قلب شده، یعنی عکس شده، عوض شده یهودیت کاملا قابل رصده.